امشب در 24 کشته شدن یک عضو مجاهدین خلق در حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف. پلیس گفته با حکم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته قصد بازرسی داشته. وزارت خارجه آمریکا میگه ایالات متحده از مجاهدین خلق حمایت نمیکنه و این سازمان رو اپوزیسیون قابل قبولی نمیدونه. هشدار سازمان امنیت داخلی آلمان درباره فعالیت‌های ایران. برلین میگه جمهوری اسلامی برای ارعاب مخالفانش از تروریسم دولتی استفاده می‌کنه. درخواست تازه مقامات اوکراینی از دولت اسرائیل. رئیس دفتر زلنسکی میگه با کمک اسرائیل پهپادهای ایرانی زمینگیر میشن. و برگزاری دادگاه کیفری دونالد ترامپ در پرونده اسناد محرمانه حدود 2 ماه دیگه. ترامپ در اختیار داشتن اسناد مربوط به حمله به ایران رو رد کرد. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش در حمله ماموران پلیس آلبانی به کمپ اشرف 3 یک عضو سازمان مجاهدین خلق از گروه های مخالف جمهوری اسلامی کشته شد. به گفته این سازمان 10 نفر دیگه زخمی شدند. پلیس آلبانی گفته با حکم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته به اردوگاه مجاهدین خلق قصد ورود به این محل رو داشته، ولی سازمان مجاهدین خلق میگه این حمله به درخواست حکومت ایران انجام شده. دیروز هم پلیس فرانسه نشست سالانه مجاهدین خلق رو در پاریس لغو کرد. شورای ملی مقاومت اما لغو نشست در پاریس رو تسلیم شدن به گروگانگیری جمهوری اسلامی خونده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم به ایران اینترنشنال گفته پلیس آلبانی به آمریکا اطمینان داده همه اقداماتش قانونی و با رعایت حقوق و آزادی‌های افراد انجام شده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته واشنگتن از سازمان مجاهدین خلق حمایت نمی‌کنه و اون رو به عنوان اپوزیسیون دموکراتیک و نماینده مردم ایران نمی‌شناسه. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، سخته که همه اینها رو تصادفی ببینیم، حمله پلیس به مقر سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، لغو برنامه سالانه اونها در پاریس، چه اتفاقی داره میفته؟ بله، دقیقا به نظر میرسه فشارها روی سازمان مجاهدین خلق بیشتر شده و دولت و حکومت جمهوری اسلامی به نوعی تونسته به درخواستی که سالیان سال داره از دولت‌های اروپایی مطرح می‌کنه، یعنی محدود کردن اعضای این سازمان و یا اخراجشون حتی از اروپا، نزدیک‌تر بشه. می‌بینیم که گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در پاریس از طرف پلیس این کشور به بهانه حملات تروریستی لغو شده، چیزی که مورد اعتراض بسیاری اینجا در پاریس قرار گرفته. پلیس فرانسه در دلیل که عنوان کرده گفته با توجه به در واقع زمینه ژئوپلیتیکی که وجود داره، تامین امنیت این همایش و همینطور مهمانان اونها که مهمانان حساسی هم هستن میتونه سخت باشه و به همین دلیل مجوز اونها رو باطل کرده. هرچند که سازمان مجاهدین خلق گفته که تمام تلاشش رو برای در واقع لغو این دستور پلیس فرانسه انجام خواهد داد. هنوز چند ساعتی از این خبر نگذشته بود، واکنش ها بهش ادامه داشت که خبر حمله نیروهای پلیس آلبانی به کمپ اشرف 3 در آلبانی منتشر شد از طرف سازمان مجاهدین خلق و همینطور کشته شدن یکی از اعضای این سازمان. اونطور که سازمان مجاهدین خلق در بیانیه‌اش گفته حدود 1000 نیروی پلیس حمله کردند، درها رو شکستند، درهای کمدها رو شکستند و کامپیوترهایی رو شکوندن و حتی برخی از اونها رو همراه خودشون بردن. اونطور که پلیس آلبانی گفته این در واقع حمله با دستور دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم سازمان یافته بوده و تکذیب کرده خبر کشته شدن یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق رو در جریان این حمله و گفته پلیس از سلاح کشنده استفاده نکرده. از طرف دیگه به نظر میرسه که این شخص در اثر استنشاق گاز فلفل و بعد از اون به دلیل حمله قلبی جان خودش رو از دست داده. پلیس گفته کالبد شکافی دلیل
کشته شدن یا مرگ او رو مشخص خواهد کرد. اسم علی مستشاری یکی از اعضای 65 ساله سازمان مجاهدین خلق در همین شرایطی که برخی گمانه‌زنی ها داره مطرح میشه. سازمان مجاهدین خلق میگه که آمریکا به خصوص باید واکنش نشون بده، این حمله رو محکوم بکنه، ولی میبینیم که چنین اتفاقی نیفتاده با توجه به اینکه آمریکا تضمین هایی رو به این سازمان داده برای فعالیت برای زندگی در واقع در آلبانی. ولی خیلی حالا این مطرح میکنن که با توجه به اینکه احتمال یک توافق بین ایران و آمریکا بیشتر شده، در واقع آمریکا به نوعی چراغ سبز داده به آلبانی برای انجام این حمله. اتفاقاتی هم که داره میفته نشون میده که پلیس آلمانی برای به دلیل فعالیت‌های گروه‌های وابسته به سازمان مجاهدین خلق و به خصوص هکرهای اونها انجام شده که توی این ماه‌های گذشته و به خصوص روزهای گذشته با حمله به سایت ریاست جمهوری ایران، سامانه ریاست جمهوری ایران، اسناد و مدارکی رو منتشر کردن. بنابراین می‌بینیم که این یکی از دلایلیه که چنین اتفاقی افتاده، ولی همه اینها در کنار هم که قرار میدیم میبینیم فشارها بیشتر شده. سازمان مجاهدین خلق توی این یک ماه و نیم گذشته یکی از ساختمان‌های متعلق بهش در حومه پاریس هم مورد حمله قرار گرفته بود، حمله که از طرف پلیس محکوم نشد، حتی سعی کردن اون رو تقلیل بدن به یک اقدام مجرمانه و نه تروریستی، هرچند که گفته شده بود که در یکی از این حمله‌ها به ساختمان از گلوله استفاده شده و به سمت این ساختمان حداقل 6 گلوله شلیک شده و حمله دوم هم مواد آتش‌سا به سمتش پرتاب شده بوده. بنابراین به نظر میاد که دولت فرانسه نمیخواد روابطش رو با ایران در حال حاضر به هم بزنه. نمیدونیم پشت پرده در واقع صحبت‌های امانوئل مکرون و ابراهیم رئیسی در هفته‌های گذشته که 90 دقیقه هم به طول انجامیده بود چه بوده و آیا در این گفتگو هم یک بار دیگه دولت ایران بحث فعالیت‌های مجاهدین خلق در فرانسه رو مطرح کرده، خواستار در واقع محدود کردن فعالیت‌های اونها شده یا نه. ولی چیزی که داریم در نهایت می‌بینیم، حتی اگر پشت پرده اون گفتگوها رو هم نبینیم، می‌بینیم که فشار روی اونها بیشتر شده و فعالیتشون به نظر میرسه داره بیشتر و بیشتر محدود میشه. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، همکارم از پاریس با ما. اگه همین حالا به ما پیوستید، داریم در مورد یورش پلیس آلبانی به اشرف سمقر سازمان مجاهدین خلق در آلبانی میپردازیم. یک روز بعد از اینکه فرانسه هم نشست سالانه این سازمان رو در پاریس لغو کرد، سازمان مجاهدین خلق در بیانیه در واکنش به حمله پلیس آلبانی گفته که به درخواست فاشیسم دینی حاکم بر ایران صبح امروز 30 خرداد 1402 حدود 100 پلیس آلبانی در یک اقدام به گفته اونها جنایتکارانه و سرکوبگرانه به اشرف حمله کردند، بسیاری از درها و کمدها و وسایل را شکستند و با گاز اشکاور و گاز فلفل به ساکنان حمله کردند، بسیاری از کامپیوترها را شکسته و یا با خود بردند. رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ماست و همینطور مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، به نظر نمیاد که یک اتفاق تکی و تصادفی باشه وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم؟ یک روز پیش فرانسه نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق رو لغو کرد، امروز اونطور که مجاهدین میگن نزدیک 100 نیروی امنیتی آلبانی ریخته به کمپ اشرف، اینجا در واشنگتن دی سی وزارت خارجه آمریکا میگه که سازمان مجاهدین خلق رو نهادی اپوزیسیونی مشروع برای فعالیت‌های دموکراتیک ایرانی‌ها نمیدونه. چطور میبینید وقتی این پازل رو، این مهره‌های مختلفش رو کنار هم می‌ذارید؟ بله، اول بگم که این اتفاق خب اول بار نیستش. ببین، در مورد مجاهدین خلق با فرانسه، همین فرانسه دو بار حداقل کار خیلی بدتر از این کرده. یعنی یه بارش سال 1986 فکر می‌کنم، 7-8 سال بعد از انقلاب، که مجاهدین رو مجبور میکنه اصلا از پاریس بره و از فرانسه بره که دیگه کامل میان عراق و اشرف. و بار دومش هم عملیات بزرگ سال خرداد 82 که 1200 مأمور و کماندو فرانسوی ریختن توی متأسفات مجاهدین خلق در اطراف پاریس، 200 نفر بازداشت کردن. خانم علی رجبی بود، 2 هفته بازداشت بود، بعد با وثیقه 80,000 یورویی آزاد شد. این از فرانسه، دو نمونهشو بهتون گفتم. شما در عراق روزای سختی داشتن. سال 89 دولت نوری مالکی به حکم جنایت علیه بشریت حکم بازداشت 39 نفر داد، حتی همشون رو میکشتن. یه مقطع دیگه، یه مقطعی است که بعد از روی کار اومدن خاتمی، اروپا و آمریکا برای امتیاز دادن مجاهدین خلق گذاشت روی گروه تروریستی. یعنی آمریکا سال 76 گذاشت، انگلیس سال 79 و اتحادیه اروپا سال 81، کانادا و اینا هم گذاشتن. برای این
اولین بار نیست. اتفاقات دیگه در مورد کمپ لیبرتی و اینا هم شما میتونید بشمارید. متو موقعی که اینا رو کنار هم میگذاریم میبینیم این بار دیگه فقط مجاهدین خلق نیست. یعنی این چیزی که من گفتم مجاهدین خلقه، ولی من جسارتاً علاوه بر چیزی که شما یعنی فرانسه و تیرانا و اینا رو دارید میگید، من اینکه دولت انگلیس یا ناگهان گفت من نگران امنیت ایران اینترنشنال هستم، برید آمریکا یا از اینجا برید هر چیزی، اون رو هم من میذارم کنار این، آزادی اسدالله اسدی رو هم میذارم کنار این و مجموع تحولات دیگه. از این اشتباه نتیجه بزرگی نباید بگیریم، نتیجه نباید بگیریم که غرب سازش کرد با جمهوری اسلامی. نه نه، امتیاز داره میده در مورد مجاهدین خلق هم، چون نتایج نسنجانشون میده محبوبیتی نداره، این امتیاز خیلی راحت تر میدن. یعنی یادتون باشه آمریکا موقعی که میگه ما اون اپوزیسیون نمیدونیم، در واقع سعی میکنه به بقیه مردم ایران سیگنال مثبت بده، تصورش حداقل این هست. منتها این چیزی که ما الان میتونیم بفهمیم، الان دیگه به یقین میتونیم بگیم که این هستش که علی خامنه ای بعد از انقلاب مهسا دیگه دید اوضاع خیلی خرابه، ظاهرا نرمش قهرمانانه تر از اونچه که ما دیدیم و فکر میکردیم کرده. از عربستان سعودی تا تیرانا، از ریاض تا تیرانا، از پاریس شما بگید تا واشنگتن، ظاهرا یه بدبستان بزرگی داده واسه اینکه فشار رو از انجام داده که فشار رو از دوش خودش برداره. من فقط یک نکته رو اصلاح بکنم، پیشتر گفتم که 100 پلیس آلبانی اونطور که سازمان مجاهدین خلق بله 1000 بوده، یک صفرشون هم 1000 پلیس هم تعداد قابل توجهی است. آقای علی جانی به نظرتون دلیلش چه هست که ناگهان اینطوری از چند جبهه مختلف دارن به سازمان مجاهدین حمله میکنن؟ با سلام خدمت شما آقای مهدوی آزاد. ببینید حالا مجاهدین که اخیراً هک کرده بودن سایت ریاست جمهوری رو، ولی بعد از جنبش جینا تحلیل بخش امنیتی با فشار علی خامنه‌ای این بود که سرمنشهش در خارج از کشور با عربستان با انگلستان، این مثالایی که آقای مهدوی آزاد دادن، به علاوه اضافه بکنیم حمله به کردستان عراق و گروه های کردی رو، یعنی اونها سرمنشه رو بیرونی میبینن. حالا رو مجاهدین هم که خب کینه های دیرینه دارن و میبینیم 90 دقیقه رئیس جمهور فرانسه با رئیسی حرف میزنه، معلوم نیست چی رد و بدل شده و اینها. خب ما هرچند از پشت صحنه و معاملات و معادلات پشت صحنه خبر نداریم، ولی روی صحنه رو میبینیم این معاوضه اسدالله اسدی، شایعات و شنیده هایی که راجع به بقیه گروگان ها هست و همزمان لغو میتینگ مجاهدین و همینطور حمله به آلبانی. هرچند مجاهدین، حالا ما مدبنده و خیلی ها در بینش و مشی و منش باشون تفاوت جدی داریم، ولی از حقوق شهروندیشون باید دفاع بکنیم. مجاهدین هرچند بین مردم ایران محبوب نیستن، ولی بالاخره متشکل ترین اپوزیسیون ایران هست. مجاهدین در حوزه دیپلماسی انتهای مسیری هستن که خیلی ها هنوز در ابتدای راهش هستن. همین امروز 294 نماینده مجلسین فرانسه از مجاهدین به پیام ده و منشور ده ماده‌ای مریم رجوی حمایت دارن. یکی دو ماه پیش 250 نفر نمایندگان مجلسین انگلستان از اونا حمایت کردن. ببینید دیپلماسی که مثلا تو جورجتان بود یا جاهای دیگه، مثلا 4-5 تا حتی اکثر در نماینده رو یکی دو تا سه تا رو ببینن، اینها 100 تا 100. یا جان بولتون وقتی که برای راهپیمایی مثلا مخالفان ایرانی پیام چند پاراگرافی میده، خودش شخصا پا میشه میره مثلا توی اردوگاه مجاهدین یا میتینگشون شرکت میکنه. یعنی اونها مجاهدین انتهای راهی هستن که دیگران در ابتداشن، اینا به گرد راهش هم نمیرسن. بخشی از راست جهانی از مجاهدین حمایت میکنه تا بخشای دیگر اپوزیسیون. بنابراین ما نمیتوانیم مجاهدین رو نادیده بگیریم. همه نیروهای سیاسی، من خودم قبلا واقعا مصاحبه نمیکردم رو مجاهدین، ولی الان فکر میکنم همه نیروهای سیاسی باید تعیین نسبت بکنن. مجاهدین بخشی از صورت مسئله مشکل و احیانا بخشی از راه حل آینده ایران هستند. بنابراین ما بایستی در واقع این مسئله رو جدی بگیریم و منم با آقای مهدوی آزاد موافقم که رو غربیا اون اغراق‌هایی که قبلا میشد اشتباه بود، اون اغراق‌هایی که اتکاب خارج داشت، همون گونه که اغراق مثلا به شکاف‌های درون حکومت و صندوق رأی و اصلاحات اشتباه بود. ما باید از اینا درس بگیریم، یعنی از این که خارجی ها بر اساس منافعشون عمل میکنن، جبهه ما خط مقدم جبهه متن
داخل جنبش اجتماعی، حاشیه‌اش بله حمایت بین المللی هم درسته، خوبه، به انتهای مسیرم نرسیده، سیاست از این بدبستان‌ها زیاد داره، همون گونه که شکاف‌ها و ریزش‌های درون نظام به انتهاش نرسیده، ولی متن و حاشیه جبهه و پشت جبهه رو نباید اشتباه گرفت. این درسی است که از همین دو تا اتفاقی که برای مجاهدین افتاد و مبادله اسدالله اسدی و چیزایی که ممکن در پیش باشه ما باید بگیریم، نه کوچیکش کنیم و نه بزرگش. آقای مهدوی آزاد، شما به عدم محبوبیت سازمان مجاهدین خلق اشاره کردید، ولی وقتی همین مثال‌هایی که آقای علی جانی رو زد می‌بینیم و بعد نگرانی‌هایی که دائما جمهوری اسلامی در مورد مجاهدین داره و کارهایی که مجاهدین می‌کنه، مثل همین درز اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی، مثل همون اوایل اگر یادتون باشه اصلا اونها اولین سازمانی بودن که در مورد ماهیت نظامی برنامه هسته ایران صحبت کردن و تشکیلاتی بالاخره منسجم دارن، این کارهایی که میکنن، این کمپی که در آلبانی دارن، دیپلمات‌ها و سیاستمداران غربی رو هر سال چه در پاریس چه در آلبانی چه اینجا در واشنگتن دی سی جمع میکنن، به هر حال به نظر میاد که فارغ از میزان محبوبیتشون یک نگرانی جدی برای جمهوری اسلامی هستن، اینطور نیست؟ به یقین همینطوره. من همین امروز فرمانده در واقع جانشین حسین طائب سپاه قدس مصاحبه کرده با سایت علی خامنه ای، اونجا در مورد تعداد بازداشتی‌ها صحبت میکنه، میگه ما 35 سرپلشون رو در تهران گرفتیم. هنوز مجاهدین خلق در واقع کابوس روحانیون ایران هست. ببین محبوبیت با کارآمدی فرق داره. به آقای الجنی اشاره کرده، شما اگر گروه‌های قوم‌گرا مشخصا گروه‌های شبه نظامی کرد و بگذارید کنار، تنها گروه، یعنی دومی وجودن، تنها گروهی که در ایران میتونه کار عملیاتی بکنه، در ایران هنوز ارتباطات جدی داره، در ایران میتونه نفوذ کنه، میتونه هک بکنه، میتونه اطلاعات به دست بیاره، میتونه بسیج بکنه، حالا نه که 100,000 نفر ولی میتونه یه تعداد بسیج بکنه، سازمان مجاهدین خلق تنهاست. یعنی ما دومی گروه دومی دیگه نداریم، ولی در واقع کوچیک‌تر گروه دیگه اگه بتونن میتونن یه تجمع تشکیل بدن فوقش با نه چیز دیگری. این مثلا در واقع اینو بعد در نظر بگیرید. حالا یک نکته دیگه من میخوام اینو هشدار اخلاقی بدم. ببینید الان همین جناب علیجانی مصاحبه امروز با بی بی سی کرده، خیلی ایشون منطقی و انسانی حرف میزنه، یه حرفش بریدن خبرگزاری رسانه سپاه، میگن که زرنگ حمایت فلانی از مجاهدین خلق، موقعی که روح‌الله زن مرحوم روح‌الله زن رو دزدیدن همینجوری داشتن بازی میکردن که انگار حمایت از روح‌الله زن به معنی فلان چیزه. سر اعدام حبیب اسیوی دوباره همینجوری فضا ساختن که اگر شما بگید آقا چرا به طرفو کشتید، بگن آقا نگاه کنید اینا که دارن از تجزیه طلبی دفاع میکنن. حقوق انسانی فعالان تبعیدی، فعالان سیاسی از هر گرایشی باشن، ربطی به گرایششون نداره. دفاع از حقوق هم ربطی به این نداره که آدم‌ها ما با هم گرایشون سیاسیمون یکی هست یا نه. مجاهدین خلق خوب یا بد، بگذاریم از اینکه بخش بزرگی از بدیاش اصلا اون روی سکه جمهوری اسلامی است و اساسا شما خود جمهوری اسلامی رو باید در نظر بگیرید، یعنی بخشش واقعا فشارهای بیرحمانه جمهوری اسلامی است، همین کاری که الان میبینید میکنه دیگه، همین کاری که با مردم میکنه. به هر حال مجاهدین خلق خوب یا بد گروهی است که 40 سال زیر فشار روز سختی هم داشته، کار بزرگی کرده، اشتباهات بزرگی هم کرده، در مجموع هر چه اتفاقی بیفته قضاوت در این مورد قضاوت مردم ایران باید انجام بدن، این قضاوت پای صندوق رأی است. اینکه جمهوری اسلامی بره پول بده به اون کشور ببنده، به اون بگه من بمب نمیذارم اینو بگیر، نمی اینجا نمیچره کنم، اون رو درست نگهدار، این در واقع باید بدبستان پشت پرده حکومت هاست، قدرت هاست. این نکته اول. نکته دوم، ما میدونستیم و میدونیم، من خودم بارها گفته بودم، حکومت مستقر تا روزی که مستقره، هر چقدر هم ضعیف شده باشه، تا روزی که تونسته باشه محدوده مرکزیشو با توپ تانک هر چیزی نگه داره، میتونه امتیاز بده و بگیره. من حتی بشار اسد رو مثال زدم. جمهوری اسلامی ابزار داره، در خاورمیانه امکانات داره، میتونه همیشه بده و بگیره. اما در مورد این بده بستون اغراق نکنید. غرب چیزی بیشتر از اون که به چشم میاد نخواهد داد به جمهوری اسلامی. میدونید چرا اینو میگم؟ چون روح الله زعم مظلوم رو که دزدیدند، اولین اعترافی که ازش گرفتن و اولین دروغی که به صورت دیس انفورمیشن دادن این بودش که گفتن روح الله زعم رفته تو سفارت فرانسه و فرانسه تحویلش داده. اولین حرفی که از روح الله زعم پخش شد تو اولین ویدیوش این بودش که من اشتباه کردم به کشورهای غربی اعتماد کردم. میخواستن این رو بسازن که آره مخالفین، به کشورهای غربی، به دنیای آزاد اعتماد نکنید. این هم دیس انفورمیشن، اینجا مواظب باشید. از یک حدی بالاتر، ولی بالاخره میزان امتیازاتی هم که دارن میدن قابل توجه دیگه. اگه یک من بدبستان رو میفهمم، حکومت مستقر رو هم میفهمم، ولی یکی دو تا نیست. یعنی تبادل زندانیان میبینید، اسدالله اسدی رو آزاد میکنن که اتفاقا در مجموع جمهوری اسلامی چیز بیشتری داده. ببینید درسته واسه ما سخته، ولی غرب چی داده؟ یه تروریستی که دیپلمات بوده رو تحویل داده، مجاهدین خلق یه کنفرانس نذاشته برگزار کنه، امروز ما تو تیرانا 1000 نفر رفتن 4 تا سند بررسی کردن، کاری آنچنان که انتظار داره یا انتظاری که توقع جمهوری اسلامی است حقیقتا صورت نگرفته، تا حداقل تا این لحظه صورت نگرفته دیگه. یعنی مرحله بعدی چی کار باید بکنه غربیا؟
ببینید آن چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، شما الان تو کلاب هاوس برید کلی خونیشون نگاه کنید، جمهوری اسلامی میخواد که همه رو کت بسته تحویل بدن، اینترنشنال رو بردارن با بمب بترکونن، تلویزیون رو نابود کنن. اینا رو که میدونیم آقای مهتوی آزاد شدنی نیست، ولی بالاخره به نظر میاد در همون پهنای باندی که دارن اروپایی ها دست کم در ظاهر امن به نظر میاد همه چی رو در سینی دارن تحویل جمهوری اسلامی میدن، از زندانی متهم به اقدام تروریستیشون رو آزاد میکنن به همون دلیلی که او رو بازداشت کرد. اتفاقا همین بمبگذاری در سال 2018 مجاهدین بود دیگه، الان تو پاریس اجازه نمیدن دوباره مجاهدین. من با شما موافق نیستم که اروپا داره همه چیز رو میده، من میترسم این باعث ترس عمومی بشه. اروپا داره امتیاز میده، امتیازات بزرگتری گرفته، ولی آیا زندان سیاسی رو تحویل میده؟ آیا مانع فعالیت اپوزیسیون میشه؟ آیا اجازه ترور به جمهوری اسلامی در خاک ناتو میده؟ ببین مجموعا که نگاه بکنید، مجموعا دو تا استخونه انداختن جلو، چیز بیشتری نیست. درسته شاید برای اپوزیسیون سخت باشه که سخت هست، درسته با اصول یا آرمان‌هایی که اون بعضی وقت غرب ادعا میکنه یا بعضی وقت ما تصور میکنیم تفاوت داره، اما در مجموع این واقعیت سیاسی رو باید بپذیرید. حکومت مستقر قادر به بدبستونه و به همین خاطرم درس بزرگ، من موافقم درس بزرگ این هست که اتکای بیش از حد بر کشور خارجی برای هیچ گروهی در هیچ زمانی نباید صورت بگیره، چون آخرش به قوه ممکنه به اینجاها برسه. آقای علیجانی خیلی کوتاه شما هم اگر اشاره بفرمایید، به نظر شما هم این دوتا استخون هستش که اروپایی ها جلوی ایران انداختن یا امتیازات بیشتریه؟ ببین اگر روندی ببینیم، سیر برخورد غربی ها چندگانه بوده. یعنی اولین موجی که میان و با غربی ها وارد معادله و معامله میشن، موج بعد انقلابی که بخشی از فرماندهان نظامی حکومت سابق هستن و برخی نیروهای ملی. حالا تو این دو دقیقه نمیشه سرنوشت اینها رو گفت و سیرش رو گفت. اون روند به بن‌بست رسید، یعنی روند اتکا به خارجی ها. ولی همون زمان اینها خب مثلا از جنبش های دیگه حمایت میکنن، در جنبش سر بعدش قبلش الان. یعنی حکومت جمهوری اسلامی مورد پسند غربی ها نیست، ولی شما موقعی میتوانید معادلات غربی ها رو تغییر بدین که تبدیل به یه قدرت بشین. کی قدرت میشین؟ وقتی جنبش اجتماعی داشته باشین. ببین روح الله خمینی از سال 42 تا 56 عراق اصلا غربی ها بهش نگاه نمیکنن. موقعی که یه جنبش تو خیابون هست جدیش میگیرن. این درسیست که ما باید بگیریم. حالا برگردیم به یه نکته دیگه، من به عنوان نکته آخر بگم. ببین ما در آینده ایران باید گروه مسلح نداشته باشیم، گروه های مثل مجاهدین که یه قلعه دربستن و خودشون بالاتر و مرکز همه به اصطلاح تحولات سیاسی میبینن. این واقعا با مشکل برای بازی دموکراسی در ایران. ما باید ببینیم از یک موضع ملی، از موضع مردمی برای آینده سیاسی ایران چگونه با این پدیده ها مواجه بشیم. من تنها راهشون این میدونم که مجاهدین هم از این قلعهشون خارج بشن، وارد بازی دموکراسی بشن و به هر حال این روندی است که میتونه به نفع ایران باشه. وگرنه ما بیام بر اساس مرزبندی‌های هویتی تباری خط مشی که داریم و واقعا هم داریم، فقط شمشیر رو از رو برای همه جریانات سیاسی مثلا مسلح سابق یا فعلی ببندیم، این راهی برای آینده ایران نخواهد. آقای لطفاً با ما بمونید، من میخوام یه دور دیگه این بیانیه وزارت خارجه آمریکا رو هم بخونم، چون به نظرم نکات مهمی داره. همونطور که پیشترم گفتم، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به ایران اینترنشنال و گمان میکنم به چند رسانه دیگه در ایمیلی گفته که پلیس آلبانی به آمریکا اطمینان داده که همه اقداماتش قانونی و با رعایت حقوق و آزادی‌های افراد انجام شده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته واشنگتن از سازمان مجاهدین خلق حمایت نمی‌کنه و اون رو به عنوان اپوزیسیون دموکراتیک و نماینده مردم ایران نمی‌شناسه. همچنان با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران و فعال سیاسی از پاریس و مهدی مهدوی آزاد هستیم. هر کدومتون که دوست دارید میتونید شروع بکنید. چطور میبینید که در این شرایط بغرنج ناگهان وزارت خارجه آمریکا هم چنین بیانیه صادر میکنه؟ شما رو اول توجهتون جلب میکنم، این عبارتی که ما از سازمان مجاهدین خلق به عنوان اپوزیسیون مشروع نمیدونم محبوب اینا دفاع نمیکنیم، این عبارت رو چند ماه پیش شما از وزارت خارجه آمریکا شنیدید. این موضع کلاسیک آمریکا، هر موقع موضع گرفته گفته. واسه همین میگم که در واقع ایالات متحده آمریکا الان احساس نمیکنه امتیاز بزرگی داده شده به ایران. اون بخش توان عملیاتی مجاهدین خلق، امکاناتش، اون جایی که بهش کمک میکنن میتونه هک بکنه، اون جاش که دست نمیخوره. میدونید اون چیزی که داره دست میخوره، واسه این میگم
یک استخوانه که میندازن جلوی جمهوری اسلامی، چون الان علی خامنه‌ای دلش خنک میشه، اون میاد تو سخنرانی میگه احمق‌ها اشتباه کردن، الان دلش خنک شده که خب ریختن تو سازمان مجاهدین خلق. متو مجاهدین خلق نه کسی رو قراره بازداشت کنن، کسی قراره بگیرن، نه قراره توان عملیاتش رو نابود کنن، نه قراره جاسوسش تو ایران نابود کنن. میدونید در مورد سایر موارد هم همچنین هست. اسدالله اسدی رو تعویض دادن، متو خب تأخیر اقتدارشیش کردن، جمهوری اسلامی تحقیر کردن. همون زمانی که اسدالله اسدی رو گرفتن، فرانسه یک اداره، یک بخش از وزارت اطلاعاتی رو تحریم کرد، همه وزارت اطلاعات حتی تحریم نکرد. برای واضح بود مسئله حل میشه. باز ولی امتیازی بیش از حدی ندادن. من در مجموع فکر می‌کنم موزه موزه کلاسیک دوران جمهوری اسلامی رو آروم می‌کنن. بله امتیاز میدن، در قبالش امتیاز بزرگتری می‌گیرن. احتمال زیاد میگم، پیش بینی می‌کنم این روند ادامه پیدا خواهد کرد. شاید چیزایی هم بدن که ما تعجب هم بکنیم. اما در مجموع این روند به معنی تثبیت جمهوری اسلامی یا اینکه همه چیز رو تو ثبت بدن یا اون تخیلات انتزاعی رهبران حکومت نیست. آقای علی جانی شما چطور این سیگنال‌های آمریکا رو ارزیابی می‌کنید؟ این بیانیه که شما الان ریشیدون نکتهش رو خوندید هم یه نوع پیام به مردم ایران، هم پیام به لابی‌های مجاهدین هست. مجاهدین همین حالا همین امروز در واقع آمریکا رو مورد خطاب قرار دادن که کنوانسیون پناهندگان نقض شده در حمله پلیس آلمانی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نقض شده و مخاطبشون آمریکایی هست. هم تو عراق هم وقتی که حمله کردن برای سقوط صدام حسین و بعدش حمله‌ای که 10 سال پیش شد، دقیقاً 10 سال پیش که امروز سپاه قدس زده بود که فرماندهی قاسم سلیمانی حمله شده به اردوگاه اشرف، اون موقع مجاهدین آمریکایی‌ها رو خطاب قرار دادن. آمریکایی‌ها اینجا میخوام بگن که نه، تخلفی صورت نگرفته. ما حالا اطلاعات کافی نداریم آیا خلاف مقررات اتفاق افتاده یا نه. حالا گاز فلفل زدن به یه نفر کشته شدن ظاهراً برای ممکن تخلف صورت گرفته باشه و قطعاً صورت گرفته، ولی مسئله این شکل ظاهری نیست، مسئله زمانه. چرا همه این اتفاقات داره همزمان اتفاق میفته؟ حمله به کردستان جمهوری اسلامی میکنه، کسی صداش در نمیاد، حمله به مقر بعضی خونه های جمعی مجاهدین تو فرانسه، جلوگیری از به اصطلاح میتینگشون و حالا حمله به آلبانی، اینا چیزی نیست که بشه به اصطلاح خونه های جدا جدای تثبیت دونست و به نظر من پشت اینها به حال یه معامله ای صورت گرفته که اینم بخشی از بازی سیاست در صحنه بین الملل هست. ممنونم از فرزاد. آقای فرزاد کوتاه بفرمایید. من فقط یک جمله میتونم بگم، یک جمله. ببین 15 نوامبر 2022 بیانیه آمریکا، ما سازمان مجاهدین خلق را دموکراتیک و نماینده مردم ایران نمیدونیم. ببین چیزی که امروز گفته تکرار همون جمله کلاسیکه، میگم تحول بزرگ اتفاق نیفتاده. آره ولی خود دولت‌های جمهوری خود دولت قبلی آقای ترامپ معاونش رفته بود در مراسم مجاهدین شرکت کرده بود دیگه. همینطوره، اما در مجموع موضوع رسمی فرقی نکرده، حداقل در دولت بایدن فرقی نکرده. یک بدبستون اصل موضوع که انکار نمی‌کنه. به قضیه جمهوری اسلامی قرار نیروهای آمریکایی رو نزنه، اینا میخوام بگم ما با اپوزیسیون قرار نیست بیش از حد امتیاز بدیم. اما اون معادله بزرگی که فکر کنیم همه چیز عوض شده، به نظر من حتی شکل هم نگرفته. سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد و رضا علیجانی از پاریس و بن آلمان. سازمان امنیت داخلی آلمان در جدیدترین گزارشش گفته جمهوری اسلامی برای ارعاب مخالفانش از تروریسم دولتی استفاده میکنه. در این گزارش به تهدیدات جدی امنیتی علیه آلمان و احتمال ربوده شدن مخالفان در خاک این کشور توسط عوامل جمهوری اسلامی اشاره شده. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی. از مهمترین در واقع تفاوت‌هایی که این گزارش نسبت به گزارش‌های قبلی داره این هستش که خب در گزارش‌های قبلی اشاره می‌شد به تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داره اعمال می‌کنه و برای امنیت ملی آلمان داره، این بار از عبارت تروریسم دولتی استفاده شده که در گزارش‌های قبلی چنین عبارتی رو استفاده نمی‌کرد و در واقع این تروریسم دولتی رو هم به ویژه جمهوری اسلامی در این گزارش از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران استفاده میکنه و اشاره میکنه که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای اینکه بخوان مخالفانشون رو مرعوب کنن و یا اونها رو حذف بکنن، حتی از تروریسم دولتی هم استفاده میکنن. و خب در ادامه هم اشاره شده که به حتی روبودن در واقع مخالفانشون هم دست میزنن و اشاره میکنه به این موضوع که خب از سال 2019 این اقدام بیشتر از سوی جمهوری اسلامی داره انجام میشه. نمونه هم
جمشید شارمهد هست و حتی تاکید شده که این احتمال وجود داره که مخالفان جمهوری اسلامی اکنون، یعنی در حالا که در اون حضور داریم، هم ممکن هستش که از سوی عوامل جمهوری اسلامی مورد ربایش قرار گرفته شده و به ایران منتقل بشن. خب از دیگر مواردی که میشه بهش اشاره کرد، در واقع مواردی هستش که در گزارش‌های قبلی هم بهش اشاره شده، از جمله به موضوع یهودی ستیزی که از سوی جمهوری اسلامی اعمال میشه. در ادامه به مسئله مسجد هامبورگ یا مرکز اسلامی هامبورگ اشاره شده که این مرکز همچنان یکی از بازوهای اجرایی رهبر جمهوری اسلامی هست و نفوذ زیادی در جوامع شیعه داره و در اونجا هم ایدئولوژی یهودی ستیزی داره اعمال میشه. همچنین جمهوری اسلامی در کنار کره شمالی، روسیه و چین در حملات سایبری به آلمان مشارکت داره و بیشتر حملات سایبری جمهوری اسلامی و جاسوسی های اینترنتی جمهوری اسلامی در آلمان بیشتر به مراکز علمی محدود میشه و همچنین به ایرانیانی که در آلمان حضور دارن و همچنین به موضوع دستگیری‌های خودسرانه اتباع آلمانی و همچنین اتباع دوتابعیتی اشاره شده که در فرودگاه اونها رو بازداشت میکنن، بازجویی میکنن و تحت فشار قرار میدن و حتی در برخی موارد تلفن‌های همراه مسافران رو میگیرن و اونها رو درش به بدافسار نصب میکنن برای اینکه جاسوسی بکنن و خب فشارهایی که به در واقع ایرانیانی که به ایران میرن و از اونها میخوان که در آلمان برای اونها جاسوسی و خبرچینی کنن. احمد صمدی بود، رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی. با انتقاد از خودداری دولت بنیامین نتانیاهو از کمک نظامی به اوکراین، گفته فقط اسرائیل میتونه آنچه کیف در برابر پهپادهای ایرانی نیاز داره رو فراهم کنه. آندری یرماک گفته اسرائیل باید به خاطر همکاری تسلیحاتی که بین تهران و مسکو جریان داره از اوکراین حمایت کنه. انتقاد این مقام اوکراینی از اسرائیل در حالیه که دولت نتانیاهو در تلاش روابطش رو هم با مسکو و هم با کیف حفظ کنه. نتانیاهو همینطور به پارلمان اسرائیل گفته یکی از دلایل خودداری دولتش از ارائه تسلیحات و فناوری پیشرفته نظامی به اوکراین، نگرانی از افتادن اونها به دست جمهوری اسلامی. منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم با ماست. آقای امیر، به نظر شما این بهانه است از سمت دولت اسرائیل که به اوکراینی‌ها کمک نمی‌کنیم چون نگرانیم جمهوری اسلامی به این تسلیحات دست پیدا کنه، یا همون بالانسیه که بین مسکو و کیف میخواد نگه داره؟ مسلماً به هیچ وجه بهانه نیست، بلکه نگرانی واقعی امنیتی هست. ببینید، همونطور که در گزارش شما هم گفته شد، دو علت اصلی وجود داره. یکی این که ارتش روسیه در سوریه مستقر، دستگاه های S-300 و S-400 داره، میتونه عملیات موشکی و هوایی اسرائیل در برفراز سوریه رو کاملا فلج و ممنوع بکنه. عملیات در سوریه که بیش از 1400 یا 500 سورتی انجام شده در ظرف 6-7 سال اخیر، برای اسرائیل جنبه حیاتی داره که نگذاره که یک حزب اللهی که الان در شمال هست در شرق هم، یعنی در خاک سوریه، مستقر بشه. این همکاری و ملاحظه کردن از روسیه در سوریه برای اسرائیل بسیار بسیار مهمه. و نکته دومی که در خبر شما اشاره شد و کاملا صحت داره این است که اسرائیل نگران، اولا صحبت از گنبد آهنینه که موشک‌های کوتاه برد رو هدف قرار میده. فکر نمی‌کنم که درخواست کردن مثلا پیکان 3 خسچالوش یا به دستگاه تیر و کمان داوود، فلاخن داوود رو اینها طلب میکنن، گنبد آهنین رو میخوان. گنبد آهنین 95% از موشکهایی رو که از خاک غزه به سوی اسرائیل شلیک شده شکار کرده، یعنی یک سیستم دفاعی هست که کاملا خودش رو ثابت کرده. در ماهای اخیر مقداری از سلاح‌های ساخت آمریکا به دست دو ارتش روسیه افتاده در اوکراین و میگویند که بخشی از اون منتقل شده به ایران. ایران با شیوه مهندسی معکوس میتونه این نوع اسلحه ها رو تولید بکنه و بسیار مهارت دارن در این زمینه. اگر گنبد آهنین یا هر نوع سیستم ضد هوایی اسرائیل و ضد موشکیش به دست ارتش روسیه بیفته و روسیه
این رو به حکومت ایران بده و ازش امتیازات دیگری رو بگیره، این برای اسرائیل یک آسیب و یک لطمه بسیار شدیده که اسرائیل ازش دوری می‌جوید. این یکی. دوم این که اوکراین درسته که هدف حمله قرار گرفته، ولی اسرائیل تا به حال انواع کمک‌های انسان دوستانه رو کرده و بسیار مواظب بوده که یک توازنی بین روابط دوستانش با روسیه و روابط انسانش با اوکراین ایجاد بکنه. اسرائیل هم با روسیه همکاری داره و هم از روسیه میترسه و این روابط دوستی و همکاری های امنیتی نظامی تسلیحاتی که الان بین ایران، حکومت ایران و روسیه روز به روز گسترده تر میشه، یکی از دلمشغولی ها و نگرانی های شدید دولت اسرائیل در منطقه و جهان هست. ممنونم از شما منشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور اسرائیل از اورشلیم. سمیه محمودی عضو فراکسیون زنان مجلس گفته لایحه حجاب و جریمه نقدی برای بی‌حجابی بسیار ضعیفه و نمیتونه کسی رو با حجاب کنه. سید جلیل میر محمدی میبودی نماینده یست هم دیروز گفت هدف مجلس ریشه‌کن کردن بی‌حجابی از کشور. این روزها دولت لایحه‌ای دو فوریتی درباره حجاب به مجلس فرستاده بود که با یک فوریت اون در مجلس موافقت شده. در این لایحه پیش بینی شده کسانی که حجاب اجباری رو رعایت نکنن مجبور به پرداخت جریمه نقدی بشن. مهرانگیز کار حقوقدان اینجا در استودیو با ماست. خانم کار، چقدر به نظرتون با تصویب لوایح و قوانین این چنینی میتونن کاری رو که در خیابان نتونستن بکنن از طریق قوه مقننه بکنن؟ خب ببینین، از همه شیوه های اینا 44 سال استفاده کردن و من گمان میکنم هیچ مجازاتی از شلاق حقیقتاً سنگین‌تر و حقارت‌آمیزتر نبوده که بسیاری از زنان ایرانی، هم از جنریشن من، نسل من، هم از نسل دختر من متحمل شدن تا وقتی که اینا شلاق رو تبدیل کردن به حبس و جزای نقدی. بنابراین اگر که شلاق بیش از 10 سال شلاق می‌زدن زنا رو، بدون شوکی شلاق می‌زدن زنا رو و حتی تبدیلش هم نمی‌کردن قضات اون موقع به جزای نقدی، حالا اگر که شلاق نتونسته اون بخش از زنای ایرانی رو که تن به حجاب اجباری نمی‌خوان بدن اونها رو متقاعد کنه که حجاب داشته باشن، به نظر من هیچ کدوم از اینا و همه اون چرا که مخالفینی مثل این خانم دارن میگن که باید از اینا شدیدتر باشه، قادر نخواهد بود که زنا رو به سمت حجاب اجباری ببره. و ما اینو درک میکنیم که حکومت جمهوری اسلامی ایدئولوژیش رو از روی روز اول روی 3 اصل که ما بعضی وقتا به شوخی میگفتیم تو ایران 3 پایه بهش، 1 اصلش حجاب بوده، 1 اصلش دشمن انگاری آمریکا، 1 اصلش دشمن انگاری اسرائیل. حالا 1 پایه رو زنا لغ کردن و واقعا حکومت هم خودش رو از روز اول خب بدبخت کرده بود، الان بسیار دشوار شده براش. و جزای نقدی در شرایط بحران اقتصادی در یک کشور که به خصوص زنا گرفتاریشون از نظر کسب درآمد بسیار بیشتر از مرداست، اصلا چه معنایی داره؟ یعنی چه فلسفه‌ای داره؟ یعنی باید زنایی که حجاب رو نمیخوان گدا بشن، حالا من حرف بدی نمیخوام بزنم، ولی هوملس بشن، بیان تو خیابون تن فروش بشن، باید چی کار کنن؟ فقط برای اینکه مجازات بشن به خاطر اینکه نمیخوان حجاب اجباری داشته باشن. اینکه اینقدر جمهوری اسلامی بحث حجاب رو هویتی کرده و کلیدی به قول شما یکی از سپاهیایی که بهش اشاره کردید، خودش نمیتونه یک پاشنه آشیلی باشه با توجه به اینکه همین الان میگید لغ شده؟ شاید بدترین شرایط این باشه که شما یک قانونی، یک ضابطه‌ای رو بذارید و بعد در عین حال ببینید کسی داره رعایتش نمیکنه. حتما این ویدئوهای مثلا چند روز پیش خانم ساره بیات رو دیدید که رضا گلزار رفته بود بین جمعیتی که من اونجا میدیدم، شاید 1-2 نفر حجاب داشت. تصاویر دیگری هم که از نقاط مختلف دست کم تهران داره به دست ما میرسه، به نظر میاد که بخش قابل توجهی در
فروشگاه زنجیره‌ای در شاپینگ مال‌ها حجاب ندارن یا حجاب بسیار کمی دارن. این برای جمهوری اسلامی جور خودزنی نیستش که از یه طرف میگه این هویت ماست، بعد از یک طرف دیگه میبینی که در شهر و خیابان خیلی ها دارن رعایتش نمیکنن. بله، اصلا پاشنه آشیلشه و این پاشنه آشیل رو زنها، نمیگم همه زنها، ما کلی زن در ایران داریم که حجابشون یا ایمانیه یا بر حسب اجبار خانواده است یا هر چیز، ولی همین بخش از زنها این پاشنه آشیل رو پیدا کردن و اصل قرار داده جمهوری اسلامی از روز اول تأسیسش. همون موقع بخشی از حقوقدانان متصل به انقلاب، به ما که نبودیم متصل به انقلاب، میگفتن این بدترین کاریه که جمهوری اسلامی کرده، برای اینکه هرگاه که زنهای این رو بشکنند و زیر پا بگذارن فرو میریزه جمهوری اسلامی. و من گمان میکنم درون محافل خودیشون هم الان این بحث به صورت جدی مطرحه، برای همین که یارو میاد میگه گردنشون رو میشکنه، بعد میان التیام بدن میگن نه منظورش حجاب نبوده، ولی این آدمه رو ور نمیدارن از پستش، فقط توجیهش میکنن. من گمان نمیکنم که با همه این سختگیری ها بتونن این اصل که متزلزل و شل شده دوباره برگردونن به استحکامی که قبلا داشته و توانستن با نسل ما و احیانا نسل بعد از ما هر کاری که دلشون خواسته کردن که مقنعه سرمون کنیم و بدون مقنعه نتونیم اصلا زندگی کنیم. بحث مهمی است با زوایای خیلی زیاد، میشه گفت حتی این جنبش زن زندگی آزادی هم جرقش از همین موضوع خورد. مفصل‌تر در بخش دوم برنامه 24 بهش میپردازیم. ممنونم از شما مهرنگیز کار اینجا در استودیو. وزارت دادگستری آمریکا میگه که هانتر بایدن، پسر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، دو اتهام مربوط به فرار عمدی از پرداخت مالیات بر درآمد رو قبول کرده و با دادستان‌ها در زمینه اتهام حمله اسلحه هم به توافق رسیده. بر اساس این توافقنامه وزارت دادگستری اتهام هانتر بایدن رو درباره خرید و حمله اسلحه پیگیری نمی‌کنه. پرونده خرید اسلحه هانتر بایدن مربوط به حدوداً 5 سال پیش و زمانیه که به مواد مخدر اعتیاد داشته. این توافق مشروط به اینه که پسر رئیس جمهوری به مدت 24 ماه مواد مخدر مصرف نکنه و موافقت کنه که دیگه هرگز سلاح گرم نداشته باشه. کریستوفر کلارک، وکیل آقای هانتر بایدن، گفته او مسئولیت اشتباهاتش رو به عهده میگیره و در انتظار ادامه بهبود وضعیتشه. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، روی کاغذ که آدم میبینه به نظر میاد توافق خوبی نصیب آقای بایدن شده، اینطور نیست؟ ببینه، این داستان حقوقی چون من واگذار میکنم به وکلا که بخوان راجع به شرف بزنن، چیزی که من الان میتونم به این داستان اضافه کنم واکنش ها اینجا در کنگره آمریکا است و اینکه دو تا دنیای متفاوت ما اینجا میبینیم، دنیای جمهوری خواهان و دنیای دموکرات ها. از یک طرف همونجور که شما گفتید به نظر میاد که توافق خوبی است بعد از 5 سالی که برای آقای بایدن، هانتر بایدن، تحقیقات مختلفی انجام شد. یادمون بیاد چجوری این تحقیقات جدی شد. لپتاپی در بحبوحه انتخابات سال 2020 یک دو هفته قبل خود آقای هانتر بایدن، در حالی که واضحاً بر اساس اون چیزی که شهود میگویند کاملاً های بود روی مواد مخدر کرک، خودش میبرد به یک مغازه میدهد که این مغازه بخواد اون رو تعمیر بکنه و بعد نمیره اون رو تحویل بگیره و بعد اون مغازه دارم شک میکنه، میره تو محتوای اون لپتاپ و میبینه انواع و اقسام مدارک، ایمیل های مختلف، عکس های خصوصی، عکس های ایشون با افرادی که از کشورهای مختلف بودند، از چین بودند، از اوکراین بودند، شرکت های مختلفی که ایشون به نظر نمیاد در کار اون شرکت های تخصصی داشته باشد. اونجا بود که رو شد مطبوعات، برخی از مطبوعات جمهوری خواه بهش پرداختن. یادمون هست مطبوعات دموکرات، نزدیک دموکرات ها کاملا جلوی این خبر وایستادن، گفتن این خبر میس اینفورمیشن است، دروغ روس هاست.
گوگل اون رو سانسور کرد، توییتر کاملا سانسور کرد، آقای مارک زاکربرگ در برنامه جوروگن اومد اعتراف کرد که اف بی آی اومده بهشون گفته این بخشی از اطلاعات غلط روس هاست و اونا هم فیکیرش رو کشیدن پایین و بعد از 2 سال که همه اینا مشخص شد همش راست بوده، هیچ کدومش کار روس ها نبوده، یواش یواش مطبوعاتی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم بهش پرداختن. این یک نکته مهمی است که جمهوری خواهان روش دست گذاشتن و میگویند که این قضیه است که بعد از 5 سال که الان نشون میده قاضی وایس میگوید که این 2 مورد در مورد مسائل مالیاتی و 1 مورد هم در مورد خرید اسلحه تا حالا دموکرات ها میگفتن هیچ کار غیر قانونی انجام نداده، همون که بعد 5 سال مشخص شده است که این مواردشون بهشون اعتراف کرده خودش نشون میده که این داستان از اول مشکل داشته است. یک سیستم دوگانه با استاندارد دوگانه برای جمهوری خواهان و دموکرات ها، از یک طرف شما میبینید رئیس جمهوری سابق آمریکا رو همین ماه جولای با هم رفته بودیم میامی، ایشون کیفرخواست براش صادر شده، الان میگوین آگوست آقای ترامپ باید بیاد بقیه دادگاهش رو پیگیری کنه. چگونه است که برای هانتر بایدن 5 سال طول میکشد، برای رئیس جمهوری سابق آمریکا 1 ماه. اینجا دموکرات ها در این حال آقای کریس کونز به واشنگتن پست گفته خوشحال است، فکر میکنه این یک در واقع حکمی است که به گفته ایشون احتمالاً پایانی است بر تمام مشکلات کیفری و حقوقی آقای هانتر بایدن و گفته است خوشحال از این است که مسئولیت پذیری برای خودش نشون داده آقای هانتر بایدن و با دادگاه همکاری کرده. ولی از اون ور کوین مکارتی رهبر اکثریت مجلس و آقای جیمز کومر که کمیته نظارتی رو رهبری میکنه در مجلس نمایندگان گفتند این داستان باعث نمیشود که مجلس نمایندگان تحقیقات خودش رو گسترده تر نکنه بر خانواده بایدن. نشریات آمریکایی هم خودشون الان دارن بعضی ها میگوین که این داستان ممکنه برای آقای جو بایدن بد شود، از جمله وال استریت جورنال گفته است به سردردهای رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده است برای انتخابات سال 2024، یا واشنگتن پست که اعتراف کرده است که این داستان به نظر می آید در دنیای دموکرات ها و جمهوری خواهان با رنگ و بوی دیگری و آب و تاب دیگری داره گزارش داده میشه. از جمهوری خواهان میگویند این نشانه این هست که خانواده بایدن فاسد هستن و دموکرات ها از اون ور میگویند خب دیگه تمام شد و ختم به خیر شد. علی همکارم از کنگره آمریکا. آرش به دادگاه آقای ترامپ هم اشاره کرد. قاضی فدرال ایالت فلوریدا اعلام کرده دادگاه کیفری دونالد ترامپ در پرونده اسناد محرمانه 23 مرداد آغاز میشه. آقای ترامپ در تازه‌ترین مصاحبهش با فاکس نیوز در اختیار داشتن سند محرمانه درباره حمله احتمالی آمریکا به ایران رو رد کرده. رئیس جمهوری سابق آمریکا گفته آنچه در اختیار داشته در واقع مقاله ها و گزارش های روزنامه ها و مجلات در این رابطه بوده. ترامپ هفته پیش در دادگاه شهر میامی تفهیم اتهام شد اما اعلام بیگناهی کرده. آقای ترامپ به فاکس نیوز گفته ممکنه ماموران اداره آرشیو ملی آمریکا تابستان گذشته در جریان جستجوی اسناد دولتی در امارت او در مارلاگو اسناد و مدارکی رو در جعبه های موجود گذاشته باشند. آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما. پیش از هر چیز انتظار داشتید که اینقدر روند دادگاه سریع شروع بشه؟ با همون روزی هم که شما تشریف برده بودید در مجلس صحبت می‌کردیم گفتم آیین دادرسی میگه زیر 5 ماه باید تشکیل بشه دادگاه. الان می‌بینیم که در 2 ماه آینده ما دادگاه خواهیم داشت، دادگاه 2 هفته‌ای. احتمال اینکه تقویم عوض بشه هست، یعنی اینکه حالا 1 ماه این برتر 2 ماه این برتر، بسیاری از لوایح ممکنه بررسی بشه. من فرق عمده این دادگاه رو با دادگاه‌های دیگه جزایی، دادگاه‌های دیگه کیفری در این می‌بینم. اسناد و مدارک رو در بسیاری از پرونده‌های کیفری بعد از تقدیم کیفرخواست طرفین باید اکتشاف بکنن و تحویل متهم بدن یا دادستانی اون رو اکتشاف بکنه تحویل متهم بده. اینجا همه چی هست، یعنی اون اسناد و مدارک احکام اولیه قضات فدرال صادر شده، دعوای سر این نیست. خانم کنن منصوب خود آقای ترامپ، اتفاقا خیلی از آرایی هم که خانم کنن داده بود در دادگاه تجدید نظر یه جوری ازش انتقاد میشد به نفع ترامپ و دادگاه استیناف اونها رو نقض کرده بود، ولی با این وجود میبینیم آیین‌نامه داریم. ما یک آیین دادرسی جزایی فدرال داریم، Federal Rules of Criminal Procedure، برای همه ثابته. به اضافه اون حوزه های قضایی مختلف Local Rules، قوانین یا آیین‌نامه‌های محلی دارن. اینها دیگه تاش نمیشه دست برد. از من گفتم بله آقای ترامپ رفت الا ماشاءالله، حالا پرزیدنت بعدی بیاد انتخاب. اینطور نیست، محکمه خواهیم داشت. و نکته آخر، ببینید حرفایی که ایشون دیشب زد، من یه چند داشتم می‌دیدم، یک شما موقعی که وکیل
استخدام میکنید. آقا به حرف وکیلت گوش بده. ایشون دلیلی بوده که الان چند ده وکیل از تو این 7-8 سال اخیر ایشون تسخیر کرده، اخراج کرده، گرفته اخراج کرده یا خودشون استعفا دادن. یک کابوس برای وکیل مدافع که شما برید تلویزیون صحبت بکنی، اینا ازش شنود دارن دیگه، شنودی که خود حکم دادگاه گفته این شنود مستنده و به عنوان اسناد از سند میشه ازش استفاده کرد دیگه. وکیل این قاضی دموکرات نیست که، قاضی منصوب خود آقای ترامپه. بعد شما میگی بله دیشب آقای بردبری خبرنگار موثق مستر فاکس نیوز تو قسمت افکار نیست، تو قسمت اپینین نیست، تو قسمت خبری فاکس حساب میشه، یه آدم ژورنالیست بسیار با سابقه هم هست. ازش میپرسن که شما در این اسناد، میگه نه روزنامه بوده، وسایل بازی گلف من بوده فلان، میگه برنامه جنگ به ایران بوده، میگه بوده نبوده اصلا. بعد شما ازت استراق سم هست، استراق سم ازت به قول معروف اون ضبط صوت هست که به جلوی افرادی که هیچ سابقه امنیتی ندارن به حالت توریست اومدن با شما گلف بازی میکنید، برنامه حمله ایالات متحده به آمریکا رو میدید. پس فردا اگه همچین اتفاقی بیفته جون چند تا از سرباز ایالات متحده ممکن به خطر بیفته. من میگم یک کابوس است ایشون برای وکیل. من فکر میکنید درخواست تمدید بکنه بخواد دادگاه طولانی تر بشه. میتونه همیشه اگر وکیلش نکنه اشتباه کرده، باید بکنه. الان ایشون که نمیاد، مثلا ببینید گفتن که این 37 فقره علیه ایشونه، هر کدوم از فقره ها رو ببازه عملا حبس ابد داره برای مرد 76 ساله. الان فقره اصلی هم که خیلی زندان داره ایجاد اختلال در عدالت، obstruction of justice، اون مسائل قانون ضد جاسوسی، اینا 5 سال 10 ساله، اینا 20 سال داره. شما آمدی میگی که بله من یه سری این ضبط صوت مستقیمشون رو گفته، بله من زمانی که رئیس جمهور بودم اسناد رو دیکلاسیفای از طبقه بندی خارج نکردم، این اسنادم آوردم بیرون، حالا دارم، ای کاش که میکردم. این جمله ایشونه. یعنی شما داری میگی که بعد به وکلات گفته، بعد جالبه صوت‌های دیگه از ایشون هست که به وکلاش گفته اینا رو به دادستانی بگیم ما تحویل دادیم، الان میگه ندارم. پس شما اون صوتی که گفتی این فلان مدرک الف و ب و الف ب جیم دال که گفتی ده پس ندید، دروغ روی کاغذ و استشهاد کتبی دروغ گفتی، اینا همه فاجعه است. نکته آخر، شما این سوالی از من پرسید، گفتید اگه الان بیان ایشون به شما مشاوره قضایی بگیرن چه خواهید گفت؟ البته هیچ وقتشون نخواهد اومد، چون ایشون وکیل میخوان که غلام به گوش دربار باشن، اینجوری نیست که بخوان چیز عرض کنم بوز شما توصیه حقوقی مستقل گوش کنه. ولی گفتم اون رو بیار همکاری کن. ببینید وکیل هانتر بایدن دادستان فدرالی که اون دادگاه بود منصوب آقای ترامپ بود، آقای دیوید وایس، سال 2018 تحقیقات شروع کرد. هانتر بایدن مسائل مالیاتیش، مسائل همه چیز، البته اون عکسایی که اومده بیرون با بچه‌ها، همه میدونید که الکی اونا کاملا جعلی است، با مواد مخدر یا با آدمای دیگه با در حال ترویج فحشانه اونا درسته، ولی با افراد زیر 18 سال اونا کاملا جعلی بود. دیدیم که ولی تو این چند سال هانتر بایدن یه توییت نزد، به حرف وکیلش گوش کرد، آمدن آخر سر با اون دادستان منصوب آقای ترامپ. آره ولی مقایسه منصفانه مطمئن نیستم باشه، برای اینکه آقای هانتر بایدن به دنبال کسب مقام ریاست جمهوری نیست، شهروند عادیه. شما موقع خطر زندان رفتن داری به حرف وکیلت باید گوش کنی. شما ایشون، من توصیه‌ام به ایشون اینه که بیا سر فقرات کوچیک جزای مالی بده و برو. ولی موقعی که شما میاید سیستم عادلانه قضایی در این مملکت رو دیگه، یک حزب سیاسی داره سیستم قضایی مملکت رو زیر سوال میکشه. ما اگر یک سیستم قضاوت مستقل و عادلانه و مشروع در این مملکت نداشته باشیم هیچی دیگه نداریم. و در سیستم فدرال شما میبینید حتی قضات منصوب خودش رو هم زیر سوال میبره دیگه. یعنی چقدر به شرف اون قضات، چقدر من افتخار میکنم که منصوب ایشونن جمهوری خان، ولی بیشتر دادستان رو زیر سوال برده تو پرونده. چپ و راست قاضی‌ها رو هم زیر سوال برده. شما ببینید چیف جاستس قاضی القضات مملکت جان رابرت بهش توهین میکنه، دو سه بار اومده با آقای کاونا که خودش منصوب کرده یا آقای گورسچ که خودش منصوب کرده تاخته. یعنی اگر شما خلاف میل ایشون و بر اساس قانون عمل کنید، ایشون باید وکیلاش و دست وکیلش هم که از جلو عقب بسته است متاسفانه، باید بیاد الان ایشون رو قانع بکنه که کنار بیان. این که حرفایی که دیشب زده کاملا قابل ارائه است به دادگاه. میگم برای یک وکیل مدافع خبره که هم درس خوبی خونده هم تجربه خوبی داره، این یک کابوسه. و نه میبینیم دیگه، و عملا دارد ایشون کاری میکند که سیستم قضایی مملکت که واقعا در لول فدرال
سیستم قضایی سیستمی بسیار سالم، قضات فدرال، دادستان‌های فدرال، نمونش همین پرونده آقای آندر بایدن که دادستان منصوب خود آقای ترامپ دیوید وایس جمهوری‌خواه دو آتیشه از سال 2018 ولی نیامد به این شخصیت سیاسی دیگه قبول جمله تموم کنم میگم حتی دادستان منصوب آقای ترامپ نیامد به بایدن انگ بد بزنه، گفت خلاف کردی بیایم بشینیم و گفتش که اگر همکاری نکنی حکم زندان برات میبرن. این سیستم قضایی اینطور هست. اگر سیستم خلاف، اگر سیستم فاسدی بود آقای بایدن رو از سال 2018 میداختن زندان، اگر سیستم فاسدی بود آقای ترامپ رو میداختن زندان. اینا همه هیچ محلی از اعراب نداره و میگم این رو به جد میگم، کسانی که سیستم قضایی فدرال رو در این مملکت زیر سوال میبرن یا نادانن یا غرض دارن یا هر دو، ولی سیستم قضایی از انتقاد مسئول نیست دیگه. بارا هست دیوان عالی یک حکم میده، رئیس جمهور مستقر ممکنه ازش راضی نباشه و اجرا میکنه ولی انتقاد هم میکنه دیگه. الان هم آقای ترامپ هم اجرا کرده رفته دادگاه دیگه، اینطور نبوده که انتقاد با اینکه زیر سوال بردن فرق میکنه. سال 2000 آقای الگور با 500,000 رای بیشتر انتخابات رو برد، دیوان عالی کشور با 5-4 با رای خانم سندرا دی اوکانر انتخابات رو با آقای بوش میتونست وایسه. ببینید برخورد یک آدم قانونمدار و علاقمند به ثبات سیاسی در این مملکت چطور بود. الگور قضیه رو خموم شده اعلام کرد و رفت کنار. ایشون حکمی که علیه خودش صادر میشه رو قبول نمیکنه، مجبورن که این همه حکم احضاریه بود، بالاخره اف بی آی مجبور شد بریز اونجا اسناد بیاره و پشت سر هم دروغ پشت دروغ پشت دروغ پشت دروغ. زیر دو دقیقه فرصت دارم، اینم میخوام ازتون بپرسم. پریروز با یه دادستان سابق آمریکا صحبت میکردم، میگفتش که یک احتمال وجود داره و اون اینکه هیئت منصفه اصلا نتونه به اسناد گوش بده، اینقدر اسناد محرمانه هستن و این ممکنه راه گریزی برای آقای ترامپ باشه. چقدر فکر میکنی ممکنه همین که خودش برای تسخیر وکیل میتونه مشکل داشته باشه، چون وکلای اینجا باید بتونن کلیرنس امنیتی بگیرن یا به قول معروف اون دسترسی امنیتی داشته باشن. ولی شما در ایالت فلوریدا این همه پایگاه نظامی داریم، این همه پایگاه‌های هوافضایی داریم، این همه آدم‌ها هستن که قراردادی به صورت شهروند برای وزارت دفاع کار می‌کنن، به اضافه اینکه شما روندهای این میتونه یک چالشی باشه ولی چالش لاینحل نیست. ممکنه یه مقداری اون پروسه وودایر تو تگزاس میگن وودایر، تو جادینگ میگن وودیر، VOIRDIER که یعنی انتخاب لغت فرانسوی، انتخاب هیئت منصفه. ولی اون سبدی که بعد هیئت منصفه ازش بخواد انتخاب کنه خیلی کوچیک میشه دیگه. آره ولی بالاخره اون احضاری ها به جای چند ده نفر به چند صد نفر صادر خواهد شد و بالاخره شما میتونید هیئت منصفه در فلوریدای که مثلا 51% جمهوری خواه 40 اندی درصد. نکته آخر من میخوام بگم از لحاظ درصد 30 ثانیه درصد برد دادستان فدرال در مجموع در این مملکت 95%، درصد برد دادستان فدرال در حوزه استفاضی فلوریدا 98%، درصد برد دادستان های ویژه 99.2%. تقریبا مثل ژاپنه. من میخوام بگم اعلام جرم نمی کنن مگر اینکه بدونن و آقا به حرف وکیلت گوش کن. این نمیدونم اینو چجوری میشه به بعضی موکلین گوش کرد که یا به حرف وکیلت گوش کن یا اینکه همین آش همین کاسه. ممنونم آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از بندر سن جانز در جنوب شرقی کانادا به پایان می‌بریم.